to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت و شاد و شادکام باشید. امروز جمعه 14 شهریور ماه 1399 برابر با 4 سپتامبر 2020، این 53 برنامه پادکست نواست. ساعت به وقت ایران 5:30 است و اروپا 3 بعد از ظهر و در آمریکا ساعت 6 صبح. بد نیست قبل از شروع آهنگی بشنویم. حتی دیگه نیستی، همه جا بوی تو جاری، خودت هم دیگه نیستی. نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه، میونه رنگین کمونه خاطرات عاشقونه. ستاره بودی تو شب دل و پسی، خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی. لحظه هر لحظه پس از تو، شب و گریه در کمینه، تو دیگه برگشت. شب بعد از رفتن تو، شب از نیاز من پر، شب خالی از تن تو. با تو گل بود و ترانه، با تو بوسه بود و پرواز، گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرده شد آواز. ستاره بودی تو شب دل و پسی، خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی. لحظه هر لحظه پس از تو، شب و گریه در کمینه، تو دیگه me
کجایی تو کجایی که ببینی میشکنم بی تو نیستی به سراغم نمیایی که ببینی بی تو میمیرم و نیستی تو کجایی تو کجایی که ببینی میشکنم بی تو نیستی بی تو ترانه‌ای که شنیدید آخرین عشق بود با صدای ابی. عرض کنم خدمت دوستان گرامی، امروز برنامه ما داریم، برنامه جدیدی داریم با عنوان بزرگداشت اهالی فرهنگ که سعی می‌کنیم در این برنامه از کسانی که هنوز در قید حیات هستند قدردانی کنیم و برنامه‌ای با عنوان بزرگداشت این عزیزان داشته باشیم. واقعیت این است که ما ایرانی‌ها زمانی که کسانی که به فرهنگ ایران خدمت کردند و زمانی که اینها هنوز زنده هستند و کار می‌کنند، کار فرهنگی می‌کنند، عادت نداریم که از این عزیزان تجلیل کنیم. متاسفانه انقدر صبر میکنیم که اینها رو از دست بدیم و بعد برای اونها مرثیه میخونیم، پسرمون میشه، دخترمون میشه، دوست قدیمیمون میشه و این فرد هیچ به اصطلاح مسئله ای نداشته، آدم بسیار شریفی بوده و از این داستان های زیاد و اغراق آمیز میگیم. حالان که باید از اهالی فرهنگ در زمانی که زنده هستند قدردانی و تجلیل کرد. در کشوری که من زندگی میکنم واقعیت این است که هنرمندان و اهالی فرهنگ تا زنده هستند از اونها نه یک بار و بارها تجلیل میکنند و امیدوارم که این سنت هم در ایران رسم بشه برای همیشه و ما از این عزیزان که به فرهنگ کشورمون خدمت میکنند در زمان حیات اونها از اونها قدردانی بکنیم. در برنامه امروز ما برنامه بزرگداشت دکتر ماشاءالله آجودانی رو داریم که البته ایشون احتیاج به معرفی ندارن و خیلی ها ایشون رو میشناسن، اما به هر حال چون این برنامه تجلیل از خدمات ایشون به فرهنگ کشورمون هست، این برنامه رو ما هم به ایشون تقدیم میکنیم و هم امیدواریم در آینده بتونیم از افراد و هنرمندان و اهالی فرهنگی که به شکلی به فرهنگ کشور ما خدمت میکنند تجلیل به عمل آورد. نارهای بلند غروب هست و نشسته به سجد مادر پیرم و من که دلگیرم قرابه های غمم را به شانه میگیرم و میرسم از راه. سلام بر در دیوار، سلام بر گل آتش، منم ندیمه مهتاب کنار چشمه آب.
مرا به بستر نرم گل و جوانه برید، مرا به آب بشویید و در سبوی حکایات کهنه جای دهید. رو پست و نشسته به سجده مادر پیرم، چه اعتکاف غریبی، منارهای بلندم به گریه میخوانند، من از شکفتن گلهای هرزه میگویم و از تداوم دلگیر این غروب غریب، نماز وحشت خود را به قبله مهتاب به سوی زلف بریشان دختر شرقی به سجده خواهم بود. خرابهای غمم را به سنگ حادثه بشکستم، مرا به آب بشویی و در سبوی حکایات کهنه جای دهید، که از تمام تنم بوی گریه می آید و بر کتیبه قلبم کتیبه های بلندی است. شعری که خوندم از سروده های دکتر ماشاءالله جودانی بود. این شعر در سال 1349 در مجله فردوسی منتشر شده بود. Come on.
سفرت بخیر اما تو دوستی خدا را تو از این کمیر بشر به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان ترانه که پخش شد سفر به خیر بود با صدای مجید درخشانی. عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی، دکتر ماشالله آجوفدانی در سال 1329 در آمول متولد شد. وی از محققان تاریخ معاصر ایران و تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در زادگاهش آمول گذروند. تحصیلات دانشگاهی وی در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی بود و دکترای خودشون رو نیز از همین دانشگاه دریافت کرده. دکتر آجوفدانی در سال 1358 با دفاع از رساله خود با عنوان بررسی انتقادی اسلوب‌های شعر مشروطه به راهنمایی دکتر شفیعی کتکنی به این درجه علمی رسید، یعنی دکترای خودشون رو از دانشگاه تهران گرفتن. ایشون نزدیک به 7 سال عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مربی گروه زبان و ادبیات فارسی بوده. در بهمن 1365 یعنی ژانویه 1986 شون به ناچار به لندن کوچ میکنه و در این شهر با منوچهر محجوبی مدیر مسئول و ناشر مجله فصل کتاب همکاری میکنه و در همون آغاز ایشون سردبیر مجله فصل کتاب میشن و حدود فکر میکنم 13 شماره فصل کتاب منتشر میشه. دکتر ماشالله آجوفدانی هم از مؤسسین و بنیانگذاران کتابخانه مطالعاتی ایرانی در لندن است و در این حال رئیس کتابخونه هم هست و این کتابخونه شاید اولین کتابخانه یک ملیت که در یک کشور دیگه اون هم در انگلستان تأسیس شده و محلی است برای استفاده فارسی زبانان که میتونن هم کتاب قرض کنن هم میتونن کار تحقیقی بکنن و کتابخونه
نشونه بسیار آبرومندی است و شاید هیچ کشور، هیچ ملتی، ملیت دیگری این کارو نکرده و این اولین باری است که به همت دکتر ماشاءالله جودانی این کتابخانه راه افتاده. علاوه بر چند کتاب که بعداً من در مورد کتاب‌های ایشون صحبت می‌کنم، تاکنون حدود 50 مقاله در باب ادبیات فارسی و تاریخ در نشریات معتبری چون آینده، نشر دانش، ایران نامه و ایران شناسی که در آمریکاست، گلستان اونم در آمریکاست، فصل کتاب که در لندن و دایر و معارف ایرانیکا که محلش در نیویورک است، این مقالات چاپ و منتشر شد. خب قبل از اینکه ادامه بدیم و به آثار دکتر ماشاءالله جودانی بپردازیم، ترانه آخ به دلم رو با صدای سوسن بشنویم. یه کارد سلاخ به دلم،
خب شنوندگان گرامی، در این قسمت به کتابهایی که تاکنون ایشون منتشر کردن میپردازم، البته خیلی تیتروار، برای اینکه بررسی این کتابها هر کدومشون یک برنامه مستقلی رو میطلبه. یکی از این کتابها که نامش هست مقالات و گفتگوهای ماشالله آجودانی، که البته همینطور که در از نام کتاب مشخصه، در واقع مجموعی از مقالات است که اونها موضوعات این مقاله ها عبارتند از وطن، زبان فارسی و شعر مشروطه، دوپاره کردن تاریخ، میراث شکست ایران از روسیه و شهیدی یگانه بود و استاد استادان، میرزاده عشقی، مشروطه در شعر و شعار. بعد گفتگوهایی که با ایشون کردن تا کنون عبارتند از عنوان این گفتگوها هست: پیرامون جامعه پرتناقض ایران پس از 150 سال نهضت قانون خواهی و نهضت مشروطه، چیستی مفاهیم، بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران، که این در واقع قسمت اولشه، قسمت دوم مصاحبه یا گفتگو، تاریخ ایران، تاریخ استمرار است و نگسست، و گفتگوی بعدی رضا شاه قهرمان انقلاب مشروطه است. کتاب دوم که معرفی میکنم، یا مرگ یا تجدد، دفتری در شعر و ادبیات مشروطه نام داره، که هم این کتاب هم مجموعه از مقالات ایشون هست و در خارج از کشور و داخل کشور چاپ شده، که عنوان این مقاله ها عبارت است: پیش‌زمینه ها و نظریه ها، تحول سبک، مضمون ها و درون مایه ها، مشروطه، مشروطیت و تحقیقات جدید. در این کتاب دکتر آجودانی یک در واقع پیشگفتار مفصلی هم نوشته، که من البته در مورد همین کتاب یا مرگ یا تجدد برنامه مستقلی دارم، که برخی از مقالات این به اصطلاح این کتاب رو مورد بررسی قرار دادم و سعی میکنم در آینده و در یک برنامه مستقل اونو در اینجا مطرح بکنم. بله، این در واقع به اصطلاح زیر گفتار این مقاله ها، شعر مشروطه و زمینه های تاریخی ادبی ادب مشروطه هست. بعد قزوینی و بدفهمی های نسل ما، که البته کتابی بسیار جالب برای مخصوصا کسانی که به جامعه شناسی، ادبیات و بحث های ادبی مخصوصا در مورد دوران مشروطه، به خصوص دانشجویانی که علاقه‌مند هستند میتونن از این کتاب استفاده های شایانی ببرن. البته من پیشنهاد میکنم به شنوندگان گرامی که کتاب مشروطه ایرانی و یا مرگ یا تجدد رو حتما تهیه کنن و بخونن، برای اینکه بتونیم تاریخ معاصر خودمون رو بهتر بشناسیم و بفهمیم که علت ناکامی مردم ایران برای رسیدن به آزادی چی بوده. اینها رو دکتر آجودانی علمی و دقیق بررسی کرده و شاید یکی از اولین کسانی است که مسائلی که در این کتاب ها مطرح میکند کاملا جدیده و قابل تعمق. به هر حال کتاب دیگر ایشون هدایت بوف کور و ناسیونالیست
اسم است که این کتاب هم در چند تا از این کتاب‌های هدایت و مورد بررسی قرار داده، مثلا ساختار توپ مرواری و البته خلاصه‌ای هم از همین داستان توپ مرواری در این کتاب نقل شده، بخش هایی از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی و در دو فصل با عنوان های تجدد و ناسیونالیسم جهان نوشته ها و در شش بخش با عنوان های از باغ تا متن ادبی هدایت و ناسیونالیسم جمالزاده و هدایت داستان ها و نمایشنامه ها ساختار بوف کور و ناسیونالیسم و همچنین در برزخ بوف کور. هدایت و بوفکور برای علاقمندان به هدایت کتاب بسیار جالبی است، برای اینکه نگاهی که آجودانی به این هدایت میکنه بسیار جالب و باز هم در این موردشون نوآوری کرده است و این است که پیشنهاد میکنم دوستان هم این کتاب رو ببین. کتاب دیگرشون مشروطه ایرانی است که کتاب بسیار مهمی است و امیدوارم که حتما دوستان تهیه کنن و بخونن. این کتاب شاید یکی از جنجال برانگیزترین کتاب ماشاءالله بوده که خیلی در موردش تاکنون حرف زده شده و در واقع این در این کتاب بیشتر ماشاءالله به تناقض و ابهامات روشنفکران اون عصر پرداخته و چگونه شده که و در واقع روشنفکران 150 ساله ایران رو به چالش کشید. به هر حال در این کتاب هم خود دکتر آجودانی یک مقدمه مفصلی نوشته که بررسی این کتاب فعلا جاش اینجا نیست، فقط من خواستم همونطوری که گفتم به صورت تیتروار خدمتتون عرض کنم و سعی میکنم در آینده نگاهی هم به کتاب مشروطه ایرانی بیندازم. خب حالا ترانه در خاموشی های ساحل رو با صدای محمد نوری میشنویم که در واقع شما هم یک استراحتی کرده باشید. شب پریشان میخرامد خاموشی های ساحه، میتابد در سینه ام دل، تو میایی تو میایی، میتراود عطر بوسه از گل سرخ لبانم، میدرخشد دیدگانم، چه زیبایی چه زیبایی، می گشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای در خاموشی های ساحل، منم تنهای تنها خفته در آغوش رویا، چه رویایی چه رویایی، خاموشی های ساحل، می تابد در سینه ام دل، تو میایی تو میایی، می تراود عطر بوسه
سرد لبانت می درخشد دیدگانت. چه زیبایی چه زیبایی، می گشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش. من به گوشت می سرایم خیش. در خاموشی های ساحل منم تنهای تنها، خفته در آغوش رویا. چه رویایی چه رویایی چه رویایی. خب شنوندگان گرامی، برنامه بزرگ داشت دکتر ماشاءالله آجوفدانی با پخش گفتگویی که من در سال 2018 با ایشون انجام دادم، زمانی که با رادیو مانی همکاری میکردم، به پایان میرسه. امیدوارم این برنامه مورد توجه و پسند شما واقع شده باشه. سعی کنید لایک کنید و اگر دوست داشتید این برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. با امید دیدار و تا برنامه دیگر. من در شهر آمل متولد شدم، در 29 اردیبهشت 1329 دبستان و در مدرسه فرهنگ آمل در واقع به اتمام رسوندم و بعد در دبیرستان شریعت شریعت زاده در آمل دوره رشته ادبی رو خوندم و در این فاصله یک سالی در ساری درس خوندم و یک مدتی هم در کرمانشاه، ولی سرانجام دیپلمم از آمل گرفتم در رشته ادبی و بعدها یعنی همون سال در کنکور دانشگاه تهران شرکت کردم و در رشته زبان و ادبیات فارسی با وان دانشجو پذیرفته شدم، به تهران رفتم برای ادامه تحصیل به دانشگاه. جناب دکتر آجوفدانی، شما بعد از دانشگاه، اول لطف کنید بگید در دانشگاه که بودید استاداتون چه کسانی بودن و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید کجا کار گرفتید و چه کار میکردید؟ من در دانشگاه تهران تمام تحصیلات من در دوره لیسانس، فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه تهران. و خب در همه این سالها من از استادان برجسته در اون دانشگاه بهره بردم و در واقع تحصیلات من بیشتر از هر چیزی، اگر تجربه و مهارتی هم بعدها حاصل کردم، بخش مهم میشم به خاطر همین استادان برجسته‌ای بود که داشت. من از عنوان نمونه از استادانی حرف میزنم که باشون کلاس داشتم یا حتی رساله داشتم. مثلا استاد عبدالحسین زرین‌پور یکی از استادان برجسته ادبیات ما بود و در همون دوره لیسانس و دوره فوق لیسانس من مثلا رساله دوره فوق لیسانسم و استاد مظاهر مصفا در مورد ادیب الممالک فراهانی و شعر ادیب الممالک فراهانی بودم. در دوره دکتری قاعدتا سنت این بود که شما باید رساله دکتریتون رو با استادی بگیرید که اون استاد تخصص در اون زمینه داشته باشه. من چون البته ابتدا میخواستم در مورد حافظ رساله دکتری هم بنویسم، اما به خاطر شرایطی که در ایران میگذشت به این فکر افتادم که بهتره که ادبیات مشروطه رو مورد توجه قرار بدم و از طریق ادبیات مشروطه تاریخ دوران مدرن رو میتونم بهتر بشناسم و موضوع رساله‌ای رو انتخاب کردم به اسم بررسی انتقادی و بررسی انتقادی اسلوب‌های شعر مشروطه با استاد شفیع کدکنی.
ولی قبل از اینکه از رساله دفاع بکنم، چه در دوره فوریسان چه در دوره دکتری، من یعنی افتخار شاگردی دو استاد برجسته ادب فارسی، یکی احمد مهدوی دامغانی، استاد احمد مهدوی دامغانی، و دیگری استاد سید جعفر شهیدی رو داشتم. و این هر دو از استادان مبرز و مسلطی بودن که بر ادبیات فارسی و عربی تسلط داشتن و شاید بهترین استاداری بودن که در دوره ما وجود داشتن، برای اینکه اینا نسلی بودن که مثلا بعد از نسل فروزانفر یا بعد از نسل همایی قرار داشتن و به همین جهت اینا برگزیده ترین کسانی بودن که در دوره به اصطلاح فوق لیسانس و دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی تدریس میکردن و ما سر کلاسشون میرفتیم و از درسشون بهره‌مند میشدیم. سرانجام بعد از پایان گرفتن تحصیلات من در دوره دکتری، از رساله‌ام دفاع کردم زیر نظر استاد شفیعی و استادان راهنمای دیگر. آقای سادات ناصری بود، دکتر سادات ناصری، استاد سادات ناصری، و این بار برادر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب که حمید زرین‌کوب نام داشت، در حالی که در دوره لیسانس بیشترین درس ها رو، مهمترین درس ها رو با استاد عبدالحسین زرین‌کوب و استاد شفیع کتکنی بودن. و بعد از البته و بعد از گرفتن فوق لیسانس ادبیات و همزمانی که در دوره دکتری تحصیل می کردن، به عنوان عضو هیئت علمی وارد دانشگاه اصفهان شد در رشته گروه ادبیات فارسی، به عنوان مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان در اونجا شروع کردم به تدریس. البته مدتی قبلش رفته بودم به نطنز، پژوهشکده نطنز، و وقتی که انقلاب شد پژوهشکده نطنز رو بستن، برگشتم به اصفهان و دانشگاه اصفهان. با اونجا در دانشگاه اصفهان بیشتر متون کلاسیک رو درس می‌گفتم، یعنی مهمترین درسی که در اونجا می‌دادم حافظ بود. به جهت علاقه‌ای که داشتم به سال‌ها در مورد حافظ تحقیق کرده بودم، راجع به کتاب‌هایی که در مورد حافظ در می‌اومد مقاله می‌نوشتم، همزمانی که دانشجو بودم، و به همین جهت 4 واحد تدریس حافظ به عهده من گذاشته شد در اون دانشکده. بخشهایی از سعدی رو درس میدادن. از بعدها که وقتی استاد برجسته‌ای چون دکتر دوستخا، دکتر جلیل دوستخا رو از کار برکنار کردن، ایشون شاهنامه فردوسی رو در اونجا درس میدادن، همکار ما بودن در دانشگاه اصفهان. و بعد من نمیخواستم این درس رو بپذیرم، منتها خود دانشجویان و خود همکاران من گفتن که بهترین کسی که شایستگی داره که این درس رو ارائه بده شما. حالا شاید اینجوری تشخیص داده بودن و من هم 4 واحد شاهنامه رو که 2 واحد بستم و درس بستم و اسفندیار و 2 واحد دیگرش درس رستم و سهراب بود، تا نزدیک به 7 سال در دانشگاه اصفهان اینا رو درس گفتم، یعنی حافظ به شاهنامه. و بعد از 7 سال دیگه از اصفهان، وقتی که منو ممنوع تدریس کردن، از اصفهان اومدم بیرون و اومدیم به لندن. و این زمانی بود که من رساله دکتری هم دفاع کرده بودم، از ایران خارج شدیم اومدیم به لندن. و بعد از مدتی با 5-6 ماهی که گذشت در لندن بودیم، با زندگیات منوچهر محجوبی آشنا شدن. و منوچهر محجوبی یکی از شریفترین و با فرهنگترین نیروهای چپ بود که من در ایران شناختم. انسان بسیار وارسته بود، فکر اندیشه ایجاد فصل کتاب و او داشت. او در این فکر بود که یک مجلهی در نقد و بررسی کتاب منتشر بکنه. و از خوشبختی های روزگار من در 200-300 متری خونه منوچهر محجوبی خونه گرفتم و یک شب با اسماعیل خویی رفته بودیم به خونه محجوبی
با مایسا آشنایی من و محجوبی شد و وقت محجوبی در فکر که شاید من آدم مناسبی باشم برای سردبیری مجله‌ای در نقد و بررسی کتاب. و یه علتش هم بودن دوست مشترک ما جمشید ارجمند بود که او خیلی اصرار داشت به محجوبی که من حتما یعنی من این سردبیری رو بپذیرم و آخرش هم جمشید ارجمند پادرمیونی کرد و من با شرایط خیلی سختی پذیرفتم این سردبیری رو با این شرایطی که هیچ مداخله‌ای در کار من انجام نگیره و منوچهر محجوبی از اونجایی که بسیار آدم با پرنسی بود همه قول و قرارهاش رو رعایت کرد. من ممکنه زیر قول و قرار خودم زده باشم با او ولی او نزد. او بسیار آدم با شرف با وجدان و در کار خودش بسیار آدم متبحر کاردان کارشناس و معتقد. تا کنون منتشر کرده کمی توضیح بدهید.
چشم، من البته چشم، من توضیح میدم، ولی قبلش میخوام به بینندگان و شنوندگانتون توضیح بدم که این آقای اسدالله علی محمدی که الان داره با من صحبت میکنه و این مرتب به من میگه آقای تو راجدانی، جناب آقای راجدانی، این از دوستان عهد دقیانوس منه. ما نزدیک به 45 سال با هم دوستی داریم از تو جوانی های ما، ولی خیلی هم سخته برای من که این با من اینجوری رسمی حرف میزنه و منم مجبورم چکار کنم رسمی حرف میزنم، ولی خواهش نمیشه کرد، یعنی وقتی اینقدر رسمی حرف میزنه منم ادب به خرج میدم رسمی، ولی واقعا ما با هم دوستانی هستیم که وقتی حرف میزنیم هزار یک پرت و پلا هم به هم دیگه میگیم. حالا این یک نکته رو گفتم تا برگردم به کتابایی که منتشر کردم. نخستین کتابی که من منتشر کردم عنوانش بود مشروطه، یعنی عنوانش هست مشروطه ایرانی و پیش زمینه های نظریه ولایت فقیه. این کتاب نزدیک به 20 سال پیش در انتشارات فصل کتاب در لندن چاپ شد و بعد تا کنون در ایران به طور رسمی 10 بار تجدید چاپ شد، یعنی با چاپ لندن میشه 11 بار تجدید چاپ شد. کتاب الان در ایران وجود داره و این کتاب شاید نخستین اثری بود که برای نخستین بار به نقد تاریخ نگاری در ایران میاد. وقتی میگم به نقد تاریخ نگاری، عمدتاً تاریخ نگاری معاصر در ایران مورد نظر و مهمترینش نقد فریدون آدمیت و خانم هما ناطق بود، تاریخ نگاران استقاجار و مشروطه. و خب از طریق این کتاب شاید باز جدا از اینکه نخستین بار نقد تاریخ نگاری ایران به صورت اساسی تو این کتاب مورد توجه قرار گیره، بلکه نخستین بار یک جریان فکری غیر مذهبی وارد مقوله‌ای مثل ولایت فقیه شد و تاریخ ولایت فقیه رو و تحولات اندیشه ولایت فقیه رو بررسی کردم، چون به هر صورت مفهوم ولایت فقیه با مفهوم حکومت سر کار داره و مشروطیت هم با مفهوم حکومت و دولت سر کار، دولت مدرن سر کار داشت. و از این بابت هم پیشگام بود این کتاب مشروطه ایرانی و پیشگامیش هم در این بود که این لحاظ تاریخ اومد مفهوم ولایت فقیه رو بررسی کرد و اینکه چگونه این مفهوم در دوره قاجار شکل میگیره و این مصیبت تا کجا ادامه پیدا میکنه در تاریخ ما. و خب از طریق مهمترین بهره این مشروطه ایرانی هم اینه که من جدا از علاقه که به تاریخ داشتم و منابع تاریخی رو میخوندم برای اینکه مثلا شعر دوران مشروطه رو درست بفهمادم، با تاریخ دوران مشروطه رو میخوندم. و چون تخصص من زبان بود و وقتی متون تاریخی رو میخوندم به عنوان یه آدم متخصص این متون رو میخوندم و میخواستم مفاهیمشون رو دقیق بفهمم، اون وقت بر اساس اون دقت که بخش از این دقت تجربه‌ای بود که از کلاس‌های درس استادانم گرفته بودم و بخشش هم خب به خاطر تلاش‌های شخصی من، متوجه شدم مورخان ما بسیاری از متون تاریخی رو غلط فهمیدن. یعنی درک اینها از مسائل متون تاریخی درک مخدوش و نامناسب بوده، چیزهایی رو وارد تاریخ نگاری ایران کردن، فهمی رو وارد تاریخ نگاری ایران کردن که این فهم فهم واقع بینانه نه. به همین دلیل بخشی از نقدهای این کتاب نخستین بار نشون میده که مورخانی که با زبان ادبیات فارسی آشنایی دقیق و اصولی ندارن ممکنه چه اشتباهات وحشت انگیزی بکنن و این اشتباهات وحشت انگیز چگونه در سرنوشت سیاسی ما و در درک تاریخی ما نسبت به خودمون مؤثر. اینجا برای اینکه بدون نمونه حرف نزده باشم، یکی از مسائل مورد بررسی در مشروطه ایرانی کلمات ملت و دولت هست و نشون میده که همین تحقیق من در مشروطه ایرانی نشون میده که
سالها یعنی در دوره قاجار قبل از اینکه اندیشه مشروطه‌خواهی پیدا بشه، کلمه ملت به معنی دین و مذهب بود و به معنی پیروان دین و مذهب. و وقتی میگفتن که ملت ایران، منظورشون ناسیون نبود بلکه ملت شیعه بود، کسانی که پیروان شیعه. و وقتی از مردم ایران به عنوان ملت یعنی به عنوان پیروان دین و مذهب حرف میزدن، میگفتن رعایای ایران، یعنی اونجایی که به مردم ایران به عنوان به اصطلاح دولت ایران که نظام پادشاهی باشه ارجاع میدادن، مردم میشدن رعایا. ولی وقتی میگفتن ملت یعنی پیروان روحانیون، مستعدان، پیروان دین اسلام. خب همین تعبیر متاسفانه در مفهوم شورای ملی، مجلس شورای ملی جا خوش کرد و در قانون اساسی مشروطه جا خوش کرد، به این معنا که وقتی که اینا میگفتن مجلس شورای ملی، مسئله ناسیون مورد نظر نبود، مسئله این بود که پیروان ملیت های مختلف. این ملیت هم به معنای دینی بود، نه به معنای اینکه امروز این گروه های قومی به کار میبرن به عنوان ملت از خودشون یاد میکنن. اونجا همه اینا هم ملت مفهوم دینی و مذهبی داشت، هم ملیت هم همین. وقتی میگفتن پیروان ملیت ها، مثلا میگفتن ملیت یا ملت مجوس، مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه، سنی. خب اگر این مفاهیم فهمیده نشه مشکل ایجاد میشه. مثلا یکی از روحانیون در اون دوره به اسم میرزای شیرازی در نامه به ناصرالدین شاه می‌نویسه که دولت باید مطابق موازین ملت باشه. یکی از روشنفکران ایرانی وقتی که این موازین ملت رو در نوشته میرزای شیرازی می‌کنه، فکر می‌کنه این ملت یعنی ناسیون. میگه ببینید میرزای شیرازی آدم ملی بود، میگه به دولت میگه که تو باید مطابق موازین چی باشی؟ ملت باشی. و نمیفهمه که اونجا ملت یعنی شریعت، یعنی میگه دولت باید مطابق شریعت و دین باشه. ولی چون این مفاهیم و کاربردشون و تحولشون و دگرگونی هاشون رو نمیشناختن، خب منجر به بدفهمی در تاریخ میشد. یهو میرزای شیرازی میشد یکی از رهبران جنبش ملی، چون به خاطر اینکه در ماجرای تنباکو شرکت داشت و اسناد و مدارک مربوط به اون رو غلط می‌گفتن، یه تصویر دیگه ازش وارد می‌شد. من فکر می‌کنم این مثال به اندازه کافی نشون بده که نوع کار مشروطه ایرانی در کجاها اهمیت داره و در کجاها باید بهش با دقت بیشتری نگاه کرد. دومین کتاب من عنوانش هست یا مرگ یا تجدد، و این عنوان هم مژگان همسر من انتخاب کرد و اساس مشروطه ایرانی رو من انتخاب کرد. واقعیت شگه بخوای این عناوین رو همه رو مژگان همسر من انتخاب کرد. این یا مرگ یا تجدد هم با توجه به یکی از شعرهای ملک و شعرهای بها گفت اسم کتاب بذار یا مرگ یا تجدد. به اون یا مرگ یا تجدد در واقع 9 مقاله است در مورد شعر مشروطه، منهای یه مقاله که مربوط به علامه قزوینیه، بقیه تمام مربوط به شعر مشروطه است با یه مقدمه مفصل. و من در اونجا سعی کردم که با دیدگاه های تازه شعر مشروطه رو و به اصطلاح فرصت های تاریخی شعر مشروطه، ارزش ادبیش و ارزش تاریخیش رو بررسی بکنم. و خب یه کتاب مقدماتی هست در حقیقت برای هر کسی که بخواد با شعر مشروطه آشنا بشه. آخرین کتابی که خودم چاپ کردم باز هدایت بوفکور و ناسیونالیسم نام داره، که در واقع این هدایت بوفکور و ناسیونالیسم چاپ اولش باز در لندن انجام گرفت و همین فصل کتاب انتشارات فصل کتاب که یادگار زندیاد محجوبی بود و من دیگه اداره میکردم بعد از زور بعد از فوتش. و بعد چاپ دوم شد انتشارات فروغ در آلمان منتشر شد. و این کتاب هم در واقع یک پرسش اساسی بود، اینکه داستان بوفکور
چجوری باید مفهوم بشه، چجوری میتونیم بفهمیم بود. یکی از درسایی هم که من در اواخر، در دو سال آخر در دانشگاه اصفهان بوده، من گذاشته بودن تدریس ادبیات مشروطه و معاصر. من هیچ جو نمیخواستم زیر بار این درس برم، ولی چون میدونستن که من رساله دکتریم در مورد ادبیات این دوره است، به ناگزیر این درس هم من باید اونجا بدم، چون میدونستم درد سر داره شعر مشروطه درس دادن. خب برای بررسی شعر و نثر مشروطه، نیما و هدایت باید دقیقا خونده میشد. من یک بار به بازخوندن نیما ادامه دادم. خب نیما برای من آسان‌تر بود به جهت تسلطی که به شعر فارسی داشتم، به جهت تسلطی که به خود شعر نیما داشتم، علاقه‌ای که بهش داشتم. اما خب هدایت در دوره جوانی خونده بودم، در دوره دانشگاه، ولی حالا که می‌خواستم برم درس بدم، تدریس بکنم، مسئله فرق می‌کرد. یعنی باید من خودم فهمی می‌داشتم تا اون فهمو به دیگران بگم. در نتیجه هدایت رو بارها خوندم، چندین بار خوندم، تا در یکی از این خواندنها در اصفهان در نیمه های شب که گلدان راغه مفهوم پیدا کرد برای من، معناش مشخص رو در نوشته هدایت. گلدان راغه یادگار شهر قدیم ری، این کلیدی بود برای گشایش که من ببینم این گلدان راغه چیه. خودش میگه گلدان راغه یادگار شهر قدیم ری. تصویری از چشم نزدیک به دختر اسیری رو این گلدان راغه است. این مظهر عشق هدایت به ایران باستان و گذشته باستانی. اون تصویر زن یا اون دختر اسیری هم تمثیل دیگری است از پروین دختر ساسان یا زنان دیگه که در نوشته‌های هدایت هست، که اونم باز مظهر زن ایرانی هست که مظهر وفاداری، تندر نمیده به عرب، تندر نمیده به بیگانه و حتی حاضر کشته بشه و به اون تندر نده. این نمونه تمثیلیه که ما در بوفکور در دختر اسیری میبینیم. و جالب اینه که در همون بوفکور میبینیم که وقتی دختر اسیری از میفته در رودخانه سرن، رودخانه سرن مرز ایران باستانی، ایران دوران اسلام، و از اون توی آب درش میان، میان این ور مرز، میان میده این ور رود، چادر نماز درش میکنه. یعنی این دختر اسیری تبدیل میشه به لکاتی اسلامی، تبدیل میشه به یک لکاتی اسلامی. این بخش دوم به اصطلاح داستان هدایت، داستان پیرمرد خنزرخنزریه، قرآن خانیه، به داستان قصابیه که بسم الله میگه و گوشت ها رو تیک باره میکنه، به این پیرمرد خنزرخنزری قرآن خان که هر شب از لابلای دندانهاش آیات عربی فرو میریزه. اینایی که میگم همه تو گفتگو رو اینا رو مردم توجه نکرد، به خود داستان گفتگو رو خیلی ها اینا رو خوندن ولی اینا رو کنار هم نخوندن. و این جلوش که دستمال سفره یه بیچه هست، چاقوی یه گلدانی هم هست، همون گلدان راقه. در واقع در روایت دوم راوی وقتی که از خواب پا میشه، پشت اتاقش شهر ری خوابیده با کوشها و مسجدها و پیرمرد خنزرخنزری که شبهای جمعه آیای قرآن از دهانش فرو میریزه، و قصابی که دوتا لاشه در قصابیش آویزنه و بسم الله میگه و گوشت‌ها رو تکه میده. و ما از اون به بعد متوجه میشیم که در روایت دوم در واقع هم شهر ری در تصرف قصاب و پیرمرد خنزرخنزری قرآن خانه و هم گلدان راقه در تصرف پیرمرد خنزرخنزری قرآن خانه. و مهمتر از همه لکاته که همون دختر اسیری اسلامی شده است، حالا در روایت دوم که زن راوی هست و زن راوی کتابه، اون به تنها کسی که توجه داره، با تنها کسی که همخوابی میکنه، به تنها کسی که نزدیکی میکنه، همون پیرمرد خنزرخنزری قرآن. راوی در آخرین قسمت گفتگور وقتی که چشم باز میکنه، میبینه این پیرمرد خنزری قرآن با پشت خم همچنان میخنده و گلدان راوی زیر بغلش. رزدی پنهان میشه. خب این تفسیر
کاملا یک برداشت نوین بود از مفکور هدایت و راه رو بر تفسیرهای تازه نمی‌بست. یعنی معتقد بودم هستم همچنان که میشه از مفکور تفسیرهای متنوع کرد، ولی داستان مفکور برای نخستین بار معنا پیدا کرد. یعنی از اون حالت کاملا که فکر میکردن یه رمان غربیه در اومد و معلوم شد که در بنیاد و در اساس یه رمان ایرانیه، با ساختار سورئالیستی نوشته شده و ایهام در به اصطلاح تکنیک نوشتاری داستان بوکور به نحو احسن استفاده شده. ما همیشه این ایهامو داریم اگه به صورت نقد ادبی بخوایم پیش نگاه. و همین دلیل یک برخورد غیر منصفانه هم کردن شاید بعضیا که خواستم بگن که این نقد یه نقد تاریخیه به جای تخصصی که من در تاریخ دارم. نه، واقعا اینجوری نیست. یعنی برای نخستین بار به لحاظ ادبی هم متن گفتگو رو در بستری گذاشت، در جایگاهی گذاشت که داستان معنی پیدا میکنه و با این معنی جدید شما میتونید تفسیرهای گوناگونی هم ارائه بدید. Thank you.
خاک و خونا کشوندن نذاره کفتر کشته پروندن نداره یه کتاب کهنه که خوندن نداره داره از تنهایی گریم میگیره توی این شهر دیگه موندن نداره داره از تنهایی گریم میگیره توی این شهر دیگه موندن نداره کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم یه گل باشه گل خوب باخته که چیدن نداره هر درختی که یه روزی پیر میشه اونو از ریشه سوزوندن نداره کی میشه که منو تو ما بشیم و رها بشیم کی میشه که من و تو ما بشیم و رها بشیم کی میشه که خیلی ممنون بسیار جالب بود برای خود منم البته موقعی که من با شما آشنا شدم شما رو به عنوان یک شاعر میشناختم بله عرض کنم چندی پیش من یک مقاله از شما توی بی بی سی خوندم که منتشر شده بود که به یک موضوعی اشاره کردید که خیلی من دوست داشتم در مورد این موضوع صحبت کنیم مخصوصا شما نوشته بودید در مورد در دوره شکست ایران از روس بسیاری از روشنفکران اون موقع در واقع این شکست ها خیلی روشون تأثیر گذاشت و متوجه انحطاط ایران و تاریخ اون موجب به اندیشیدن در معنای جدید شد و در واقع در حقیقت به قول خود شما نطفه روشنفکری ایران در این دوره بسته شد و بعد این روشنفکران در واقع اومدن یعنی در واقع نگرش اینها تاریخ رو به قول شما دوپاره کردن یک بخش ایرانی و باستانی و یک بخش اسلامی که این بخش در واقع در حاشیه موند و بخش باستانی اون در واقع بسیار برجسته شد البته من یه توضیح بدم چون من
سال 2004 سکته مغزی کردم گاهی اوقات دچار لکنت میشم. اینه از شما معذرت میخوام و از بینندگان. میخواستم در مورد این موضوع کمی توضیح بدید. بفرمایید. حال خیلی متشکر. نه با این که سکته مغزی هم کردی خیلی خوب فصیح حرف میزنی و اونجایی که کلمه اسلامی گیر کردی همه گیر میکنن. تنها تو نیست رفیق من. ما هم گیر میکنم. این یه شطر لعنتی بود که همه ما گرفتار شدیم. و همینجوری واقعا سنگینه کلمهش بر ذهن و زبان. هزار بار سنگین. و تو به طور طبیعی این سنگینی رو نشون داد. بر این مقاله در واقع یه نگاه نظری هست به تاریخ ایران که تاریخ ایران و آگاهی نسبت به تاریخ ایران چگونه شروع شد. شاید بهتر باشه این نکته از اینجا شروع کنم که مثلا تا 180 سال پیش، حالا اگر دقیق نگم 180 شاید 190 سال پیش، مردم ایران نمیدونستن کوروش کیه، داریوش کیه. مردم ایران نمیدونستن حکومت هخامنشیان کی بوده، برای اینکه اینها تو تاریخ ما نبود. تاریخ ما بیشتر متونی بودن که یا در دوران اسلامی نوشته شده بودن یا بخش تاریخی شاهنامه بود که مربوط به دوره ساسانیان. حتی در مورد اشکانیان هم شاهنامه اطلاعات دقیقی نداره و چون اطلاعات دقیقی نداره میگن مثلا تو شاهنامه میگه از ایشان جز از نام نشنیده. خب ما اون چیزی که در شاهنامه داشتیم تاریخ دوران تاریخ دوران ساسانی و منابع تاریخی دیگه هم که در دوران اسلامی داشتیم بیشتر اطلاعاتی که ارائه میادن از تاریخ دوران ساسانی هست. یعنی بخش مهمی از تاریخ ایران مورد آگاهی مردم ما نبود. ممکنه از طریق اساطیر، اسطوره هایی که در شاهنامه اومده بود مردم این بازخوانی های تاریخی رو انجام میدادن یا یک چیزهایی از این تصورات از تاریخ در ذهن داشتن، اما هیچ کس نمیدونست کوروش کی بود، داریوش کی بود، سلسله هخامنشی کی بود، اشکانیان کی بودن. اینا غایب بود از تاریخ ما. ولی بر اثر ارتباط ما با جوامع غربی و به خصوص آشنایی ایرانی ها در 200 سال اخیر با به اصطلاح با تاریخ یونان از طریق اروپایی ها، تازه ما متوجه شدیم او ما چه کشور کهنسالی هستیم، چه تاریخی داریم. ما به قول هگل اولین امپراتوری به معنای دقیق جهانی هستیم که وارد تاریخ شدیم. خب ببینید این حرفا خیلی مهمه وقتی که یه تاریخی که هرش میزه میشه تاریخ هخامنشیان و ما در واقع نه تنها در هخامنشیان که در واقع بزرگترین امپراتور جهان بودیم، بلکه بعدا در دوره ساسانیان هم همینجور ما دو قرن بر دنیا حکومت کردیم و این تاریخ ها بیشتر فهمیده میشه از منابع یونانی. یعنی درک تاریخی ما دیگه ترک تاریخ به اصطلاح شاهنامه‌ای نیست یا تاریخ متون محلی و یا متونی که بعد از اسلام تدوین میشه، بلکه ناگهان یک بخش مورد غفلت مونده از تاریخ یک کشور کهنسال که در فرهنگ و تمدن جهان نقش درخشانی داشته باز میشه، شکوفا میشه، به وجدان جامعه ایران میرسه. و خب شما مثلا کتاب میرزاخان کرمانی تاریخ اسکندری رو بخونی، این دخلصیم باری که در تاریخ ایران رو بررسی میکنه در معنای جدید، یا نوشته های میرزا فتحعلی آخوندزاده رو بکنی، اینا نخستین بار دارن این تاریخ رو بررسی. اینجا این درک جدیدی که از تمدن ایران باستانی پیدا شد یک نگرشی رو در ایران ایجاد کرد که خب
ما اگر در دوره هخامنشیان بودیم، ما اگر در دوره ساسانیان بودیم، این قدرت رو در دنیا داشتیم، این تمدن، این فرهنگ رو داشتیم، چرا به این روز سیاه و ناگوار افتادیم؟ اینجا روشنفکری ایران، بخش مهمی از روشنفکری ایران به این نتیجه رسیدن که تاریخ انحطاط ایران از اونجا روی داده که عرب به ایران حمله کرد و اسلام وارد ایران شد. و وقتی میگم عرب و اسلام، این دوتا با هم همراهن، یعنی نمیتونید جدا بکنید اسلام از عرب یا عرب و از اسلام. و خب از همین جا یک مفهوم و برداشت جدیدی از تاریخ ایران. بله ببینید، من اینو گفتم که این فقط آخونزاده و یا میرزا آقان کرمانی نبودن که یک چنین تصوری راجع به تاریخ ایران ایجاد کردن، بلکه در دوره مشروطه شاعرانی مثل عارف قزوینی، میرزاده عشقی، اینها هم میرزاده حجابه و حجاب هم از اسلام اومده و عرب هم. و این حرفایی هم که به شیوه های مختلف در ادبیات فارسی در اون دوره مطرح میشه و به همین جهت یکی از خاصهای اصلی ادبیات مشروطه کشف حجابه، برداشتن حجابه، یعنی کاری که بعدها رضا شاه انجام میده جزو خواستهای اساسی که شما در به صدا شعر ملک و شعرهای بهار میبینید، در شعر ایرج میرزا یزدی میبینید، در شعر میرزاده عشقی میبینید. و خب این برداشت تاریخی جدید، یعنی ما این نگاه به تاریخ رو به این شکل نداشتیم. این نگاه که در واقع تاریخ ما رو دو پاره میکنه، به یک پارش ایران باستان به خیلی خوب میبینه، به یک پاره دیگر که ایران اسلامی دوران انحطاط بسیار میبینه، این نگاهیه که با نطفه روشنفکری جدید ایران بست و عمدتاً هم پس از جنگ‌های ایران روس اتفاق افتاده. جنگ‌های ایران روس ساختار قدرت رو در ایران به هم زد. ساختار قدرت در ایران گذشته به این شکل بود که ما یک دولتی داشتیم به معنای سلطنت که اینا سران ایلات بودن و به اصطلاح، و یک قدرت دیگه داشتیم به عنوان روحانیون که اینا با همدیگر همکاری میکردن، کمک میکردن، در بعضی جاها مخالفت میکردن و قدرت نمایی میکردن. یعنی دو پایه قدرت در تاریخ ایران اسلامی پیش از این دوره در واقع شاهان هستن که بیشتر رهبران ایلاتن و یا روحانیون. اما بعد و در اون دوره صفویه، در حکومت صفویه، ما نخستین بار یک سلسله رو پایه گذاری میکنیم که دینمون رو هم عوض میکنیم، یعنی در واقع دینمون اسلام هست و مذهبمون رو تبار بودن. و ما در دوره صفویه با مذهب شیعه و با زبان فارسی، فراموش نکنیم، هویت خودمون رو از دشمنان خودمون در شرق و غرب کشور خودمون کاملا جدا کردیم. عثمانی، حکومت عثمانی حکومت اسلامی بود، خلافت اسلامی بود، و ازبک ها هم در شرق کشور ما دشمنان ما بودن که سنی مذهب بودن. ما با یه چنین کاری در دوران حکومت صفویه گفتیم ما شیعه هستیم، زبانمون فارسی، و با خودمون از جهان اسلام کاملا جدا کردیم، هم به لحاظ مذهبی جدا کردیم، هم به لحاظ چی؟ به لحاظ زبانی. خب این هویت شیعی معنا داشت. سالها ما با همین هویت شیعی حکومت کردیم در ایران. صفویه اومد، بعد مثلا ما با حکومت افشاریه رو هستیم، بعد نمیدونم بازندیه رو هستیم، بعد نمیدونم با قاجار رو هستیم. همچنان این معنا داره. ولی وقتی موقعی که سرکله دو قدرت جهانی مثل روس و انگلیس پیدا شده، حالا دشمنان ما نیروهای قدرتمند جهانی مثل روس و انگلیس که دین اکثریتشون هم مسیحیه،
از هویت شیعی اینجا کاری ساخته نیست که در برابر این هویت مسیحی دنیای اروپایی بیست. اینه که روشنفکری ایران بر سر همین جنگ های ایران روس نطفش بسته میشه با این پرسش میدن اینه که ایران ثانی ایران عظمتی بود و ایران دوران اسلامی دوران انحطاط بود. این معنا فقط در مورد مشروطه دوره مشروطه دوره قاجار و مشروطه نیست، بعد از مشروطه هم ما در نوشته صادق هدایت همین داستان بوفکور رو براتون گفت. ولی آخرین کتاب هدایت، یعنی مهمترین کتابی که بعد از اون داستانها و بوفکور می نویسه و در واقع آخرین نقدی که از تاریخ ایران انجام ده، داستان توپ مرغاییه. تو بوفکور شما این روایت می بینید که این اسلام پیرمرد خنزر پنزری قرآن خانه که گلدان راقه یادگار شهر قدیم ری رو در دست می گیره و دختر اسیری صورت اسلامی شده، دختر اسیری دکاته یعنی زن ایرانی رو هم در اختیار داره، یعنی مظهر عشق به ایران باستان و تمدن فرهنگ ایران همه در اختیار داره. اما در کتاب آخرش که توپ مرواریه دیگه مسئله فقط اسلام و ایران نیست، بلکه تشیع ایران هم هست. یعنی توپ مرواری مهمترین نقدیه که بر مدرنیزم در ایران نوشته میشه و مهمتر از همه بر یک درک متعادل از تاریخ خودمون گذشته خودمون داشته. ایران مدرن، ایران دموکراتیک به یک درک متحول متعادل از تاریخ ایران. متاسفانه این نگرش بعد از حکومت اسلامی بیشتر تشدید شده و شما در شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون‌های خارج از کشور، سایت‌ها می‌بینید که به اون دامن می‌زنن. حتی برخی از روشنفکران، احزاب و فعالان سیاسی چنین تمایلاتی رو تبلیغ می‌کنن و پنهان نمی‌کنن. آیا شما متوجه این موضوع شده اید؟ بفرمایید. البته متوجه این موضوع شدم، برای اینکه وقتی یک حکومت میاد تاریخ ایران رو تحریف میکنه، درست برعکس دوره قبل، میاد میگه ایران باستانی، ایران گبر و کفره و مهمترین دوره تاریخ ایران، ایران اسلامیه، واکنش در پیش همینه که دی میان بر میگردن به ایران باستان و باز بر میگردن که این حکومت اسلامی نشون داد که مایه بدبختی و فلاکت ایران باز اسلام. ببینید اینها این کار، این بر حرفایی که یه دی میزنن باز مسئله ایران باستان رو مهم میکنن، بزرگش میکنن و بازگشت به ایران باستان رو بزرگ میکنن، این یک نوع عکس العمله و هر نوع برخوردی که به صورت عکس العمل انجام بگیره پایه و مایه اساسی نداره. و با اینها باید مقابله کرد. یعنی تمام حرف من اینه که این افراط و تفریط، چه بهره اسلامی رو مهم بدونه چه بهره ایرانی رو، هر دوش خطرناک. ما یه تاریخ داریم که از ایران باستان شروع میشه تا ایران امروز میرسه و 1400 خردی سالش هم مربوط به ایران اسلامی. ملت ایران هم در این 1400 خردی سال هم باز نشدن، فکر ایجاد کردن، ادبیات ایجاد کردن، تاریخ ایجاد کردن، فرهنگ ایجاد کردن، علم ایجاد کردن. بنابراین این تاریخ رو باید به شکل معتدل و پیوسته دید و اگر اینو به شکل معتدل و پیوسته نبینیم، به تکبارش بخواییم بکنید، به جنگ داخلی، به کشت کشتار، به نفرت پراکنی منجر میشه. و من فکر میکنم که این وظیفه وجدان روشنفکری ایرانه که این مسائل مورد بحث و بررسی قرار بده و پرهیز نکنه از بحث. پنهان کردن این مشکلات هم کار درستی نیست، باید این مشکلات مطرح بشه و مورد بررسی قرار. و من امیدوارم که این بار اندیشه و خرد در واقع رهبر و تصمیم گیرنده ما باشه تا هیجان، احساسات و برداشت‌های به اصطلاح غیر علمی و غیر منطقی یا حتی عاطفی از تاریخ ایران. امیدوارم که چنین بشه و اگر نشه ما همش در چنبره این تکه پاره کردن تاریخ ایران سن. البته اینم بگم چپ‌ها هم در این تکه پاره کردن بی‌سهم نبودن. شما ببینید ناسیونالیست‌ها به ایران باستان توجه دادن،
اسلامی ها به دوران اسلامی، چپ ها هم که من خیلی هم برایشون بهشون علاقه هم دارم، اصلا گفتن نه دوران اسلامی نه دوران ایران باستان، تمام تاریخ ایران تاریخ ستم شد. خب ببینیم با این نحوه تفکر و برخوردهای بچگانه با تاریخ یک کشور ما به جایی نمی‌رسیم. یعنی خواستم این نکته رو بگم که ما وقتی طرفداران اندیشه‌های باستانی رو به عنوان ناسیونالیست‌های ایرانی نگفتیم، اسلامی‌هایی رو که فقط تاریخ اسلام بهش بها میدن نگفتیم، چپ‌های ایران هم باید در این تکه پاره کردن تاریخ مورد نقد قرار بگیرن که اونها هم تا اصلا به تاریخ ایران اهمیت ندادن، هم انگار تمام دنیا بهشت بر این بود، به ایران تاریخ ستمشاهی بود، ما هیچ چیزی نداشتیم، چیز مثبتی نداشتیم. خب در جستجوی یک آرمان شهر تخیلی به عنوان یک دنیای سوسیالیستی بودن که خودشون الان خیلی ها فهمیدن که اینا فقط حرف بود و داستان بود و واقعیت تاریخ در دنیای به اصطلاح جهانی که بر پایه سوسیالیسم مبنا گرفتن چیز دیگری بود و ورشکستگی تاریخیشون امروز دیگه روشنه. و چون روشنه باز برمیگردن که هنوز این اندیشه ها، این تکه پاره کردن ها ادامه داره. بخشی از شب ایران هنوز مسئول تکه پاره کردن تاریخ ایران، این تیکش اینجوریه اون اینجوری. این است که من فکر میکنم با این نحوه نگاه، چه از نوع اسلامیش، چه از نوع ناسیونالیستیش، چه از نوع چپ ایران، باید مخالفت کرد، نقد کرد. نه هست نمیشه کرد، اینا هست وجود داره، برخورد خشن هم نمیشه کرد، باید اینا رو مورد نقد و پرسش کرد. اگر نقد و پرسش قرار ندیم با واقعا دچار مشکل اساسی خواهیم، یعنی ایران دچار مشکل اساسی خواهد. ایران امروز بیش از هر زمانی به نقد و پرسشگری نیاز داره. باید بپرسیم و شهامت اینو داشته باشیم که انتقاد بود، چه از نوع ناسیونالیستیش، چه از نوع چپ ایران، باید مخالفت کرد، نقد کرد. نه هست نمیشه کرد، اینا هست وجود داره، برخورد خشن هم نمیشه کرد، باید اینا رو مورد نقد و پرسش کرد. اگر نقد و پرسش قرار ندیم با واقعا دچار مشکل اساسی خواهیم، یعنی ایران دچار مشکل اساسی خواهیم. ایران امروز بیش از هر زمانی به نقد و پرسشگری نیاز داره. باید بپرسیم و شهامت اینو داشته باشیم که انتقاد بکنیم و نقد بشیم و مورد بحث کنیم. درود بر شما. با سپاس از دکتر ماشالله آجودانی که در این برنامه شرکت کردند.
پریشان